درود به همه شما دوستان خوبم امیدوارم که هرجا که هستید حالتون خوب باشه دولت آلمان تصمیمی گرفت در ارتباط با اینکه انرژی پرایس برمزه یا همون ترمزی رو که بر قیمت‌های حامل‌های انرژی در آلمان گذاشته بودن رو تنها تا آخر امسال ادامه بده و بعد از آخر سال در از حذف میشه و باعث افزایش قیمت میشه تصمیمی بودش که به نوعی سر و صدا ایجاد کرده در آلمان تصمیمی بود که دیروز گرفته شده با جزئیاتش رو نگاه میکنیم به لغت ها و گرامر هاش هم نگاه میکنیم که با آموزش زبان آلمانی هم کمک کنه لغت های خوبی در این ویدیو هست پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید خیلی از دوستان راجع کتاب اوبا آل دوچ میپرسن کتاب رو به راحتی میتونید دوستان من از وبسایت ما deutschverzichtung.com تهیه بفرمایید آموزش کاربردی زبان آلمانی هستش از مبتدی تا پیشرفته 140 تا درس و تمرین و جواب های صحیح نمونه نامه فعل ها یه پکیج کاملی هستش که خیلی میتونه به دوستانی که درست در مسیر آموزش زبان آلمانی خیلی کمک بکنه و خیلی از دوستان بازخورد های خوبی دادن راجع به این کتاب در این چند سال گذشته که این کتاب رو دوج پیشی ارائه داده. به راحتی به وبسایت مراجعه کنید لینکش تو توضیحات زیر ویدیوها هم هستش. انرژی پرایس قیمت های ترمزی بر قیمت های انرژی همونطور که خدمتون گفتم دولت آلمان اومد یه قانونی گذاشت که به نوعی نذاره که قیمت های برق و گاز و اینا زیاد بشه به دلیل این افزایش قیمت هایی که بوده و شرایطی که در دنیا بوده دی گاز اون شتخون پرایس برمزن وردن دخشون سوم یارس انده این کمک ها یا سوبسید دولتی که برای قیمت های برق و گاز در آلمان گذاشته بودندن در آخر امسال دیگه متوقف میشه به اتمام میرسه. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds werde Ende Dezember geschlossen, sagte Bundesfinanzminister Lindner am Freitag im Deutschlandfunkt. وزیر اقتصاد <applause> آلمان آقلینلا در روز جئه، به دوچلاند گفته که اون سرمایه در اسمش از سرمایه تثبیت اقتصادی که تصویب کرده بودن این در آخر دسامبر تموم میشه و بسته میشه داستانش و به اتمام میرسه کلماتش ما میگه نگاه کنیم شتاتلیش یعنی چیزی که دولتیه گاز پرایس برمزه و شتروم پرایس برمزه تورموزی که بر قیمت گاز و برق گذاشته بودند Jahres Ende zum Jahresende يعني آخر سال چیزی که Engشتalt میشه یعنی متوقف میشه و Wirtschaftsstabilisierungsfonds haben هم sie erst gegeben یعنی اون سرمایه‌ای که برای تثبیت اقتصادی در نظر گرفته بودند Bundesfinanzminister همیشه وزیر اقتصاد es werden also im nächsten Jahr keine Auszahlungen mehr daraus erfolgen

اون ترمزی که بر قیمت های گاز و برق گذاشته بودیم به اتمام میرسه یعنی دیگه تمدید نمیشه و برای تاریخ سی و یک برج دوازده یا دسامبر این موضوع به اتمام میرسه آستالونگن یعنی پرداخت افالگن یعنی اجرا شدن یعنی میگه پرداختی از اون صندوق یا از اون سرمایه دیگه ایجاد نخواهد شد و چیزی که آسلافن میکنه یعنی به اتمام میرسه یعنی دیگه تمدید نمیشه به اندت ورد میسن هم که برمیگرد به بالا یعنی این داستان به اتمام میرسه این ترمز بر قیمت های با... حامل های انرژی اگنست اگنست یعنی چیز رو توضیح دادن تشریح کردن Dieser Schritt ist eine Konsequenz aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. November این قدمی که برداشته شد عواقب یا نتیجه حکم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان است که 15 نوامبر این حکم اعلام شده بود. Das Gericht hatte die Übertragung von Corona Milliarden auf den Klima- und Transformationsfonds für unzulässig erklärt. این دادگاه یعنی دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان که بالاترین دادگاه در آلمان هستش اینکه انتقال بدن اون کمک هایی که دولت استفاده کرده بود در زمان کرونا رو یعنی اون مبلغ بودجه که میتونست استفاده کنه اینو بخوان انتقال بدن به درست به نوعی به کلیما که به آب و هوا و محیط زیست برمیگرده و ترانسفورماسیونز فوند یعنی اون سرمایه که برای انتقال در نظر گرفته شده این رو غیر مجاز اعلام کرده دادگاه اساسی دامید فیلم دیزن فون 60 میلیاردن اویغو ان کردیتن و بدین وسیله چون که دادگاه دیگه به اینها اجازه نداده از اون پولی که دوران کرونا دولت از صندوق زخیرش به نوعی استفاده میکرد دیگه اجازه نداده که برای کار دیگه استفاده بکنه بدین واسطه اینها 60 میلیارد اویرو کردیت کم خواهند داشت یعنی بودجه دیگه در کار نخواهد بود برای به فرض همین موردی که ترمز بر قیمت های انرژی بود خب کلماتش رو هم یه نگاه بندازیم یعنی قدم کنزکونس یعنی فولگن یعنی عواقع پیامت های یه چیزی هاوس هارتز اوتایل به حکم دادگاه میگن بوند از ففاسونگز گرشت به دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان گفته میشه یوبتخاگون یعنی انتقال و اون یعنی غیر مجاز. و فیلن آن کردیتن یعنی 60 میلیارد اورو در اینجا کردیت دولت کم خواهد داشت یعنی بودجش کم میشه. دی برمزن فیور شتروم و گاز وارن ام مرز 2023 اینگفیرد و رک ورکند اوخ فی یانوار و فبروار گورد وردن. این ترمزی که بر قیمت های برق و گاز گذاشته بودن در ماه مرز 2023 اجرایی شد که روبه عقب برای ماهای یانوا و فبرو هم اعمال شد دادوش زلتن دی Verbraucher دافو بوات ویدن dass sie infolge des russischen انگریفز آف دی اوکراین دوش هوه انرگی überfordert werden. ویدن هدف این کنترل قیمت های انرژی این بودش که بدین وسیله مصرف کننده ها ازشون محافظت بشه در برابر عواقب حمله روسیه به اوکراین که به واسطه این حمله قیمت های های انرژی و قیمت های انرژی افزایش پیدا کرد و دیگه در از این برای محافظت از این افراد در نظر گرفته شد که قیمت ها رو نذارن که سرسام آور بالا بره خب با هم یه نگاهی به واژگانش بندازیم چیزی که انگ میشه در اینجا یعنی اجرا میشه روک یعنی رو ما به عقب رو به عقب در از منظور بر ماهای قبل و به وقت در اینجا یعنی ازش محافظت بشه فبغاوخا مصرف کنندگان این فلگه یعنی در نتیجه غسلشان انگریف حمله روسیه منظور به اوکراین و اوبا فورداد هم یعنی در افراد موازب از افراد یا مصرف کننده ها بشه که اینها اوبا فورداد نشانه اوبا فورداد معنی اینو میده که شما دیگه بیش از حد تحت یه چیزی قرار بگیرید و حالا در اینجا منظور اینه که تحت فشار مالی قرار بگیرن افراد درست؟ پس دوستان من نتیجه این شدش که به واسطه کمبود بودجه دولت دیگه نمیخوان این سخفی که بر قیمت های برق و گاز گذاشته بودن رو تمدید بکنند آخر امسال آخر دسامبر در از انرگی پرایس بغمزن به اتمام میرسه و احتمال این هستش که قیمت های انرژی برق و گاز و غیره در سال جدید میلادی افزایش پیدا کنه در آلمان لطفا نظر خودتون راجع به این موضوع با ما به اشتراک بگذارید شما نسبت به سالهای قبل چقدر پول برق یا در از پول گرمایش و نیبن درست در دارید برای جایی که زندگی میکنید آیا این قیمت ها معقول هستش یا قیمت ها بیش از حد بالاست و یا انتظار اینو دارید که از این هم که هست بالاتر بره یا خیر ممنونم از همراهیتون اگه ویدیو دوست داشتید حتما لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید ممنونم از همه شما عزیزان از پیغام های پرمهری که میفرستید همه اونها در نظر گرفته میشه و دوچ همیشه ویدیوها رو بر طبق خواسته و درخواست شما عزیزان آماده میکنه شب روزتون خوش تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار